وهابی که میگی مرده میمیرد دیگه صدای اهل زنده ها رو نمیشنود. اگر این هم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي جعل امتنا حماة لدينه و هداة لعباده و حججا على خلقه والصلاة والسلام على أمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين الذين من تمسك بهم نجا ومن تخلف عنهم هلك السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا قال الله الحكيم في محكم كتابه وابتغوا إليه الوسيلة تقدیم باستان مقدس ولی عصر امام زمان سلام الله علیه صلواتی بر رحمت فرمود سخن پیرامون شبهات وهابیت بود. یکی دیگر از شبهات وهابیت علیه شیعه شبه پیرامون مسئله توسل است. وهابیون میگویند توسل حرام است و اگر انسان حاجتی دارد باید مستقیما از خداوند بخواهد و حق ندارد که در خانه خدا کسی را واسطه و وسیله قرار بدهد. در صورتی که این گفته وهابیت نه تنها با گفته شیعه و اهل سنت تفاوت دارد بلکه با گفته خود خداوند در قرآن هم نیز مغایرت داره، چون خداوند در قرآن
می فرماید و ابتغوا الیه الوسیله، در خانه من که میای با وسیله بیا. این دستان گناهکار و آلوده من چاب روی در خانه خدا دارد که بی واسطه در خانه خدا بلند بشود و بگه یا الله. پس باید با واسطه رفت در خانه خدا. از قضا ابن تیمیه که بنیانگذار مکتب وهابیت است از نظر فکری، ایشان در تألیفات خود قائل به مشروعیت توسل شده است و حتی کتابی نوشته است به نام قاعدت الجلیله فی التوسل والوسیله. اون وقت عجیب اینه که ابن تیمیه در این کتاب قائل به مشروعیت توسل شده است و میگوید مراد از وسیله در آیه شریفه وابتغوا الیه الوسیله عمل صالحه. این که باید با وسیله رفت در خانه خدا، وسیله عمل صالحه. عمل صالح چیه؟ نماز، روزه، حج، زکات، خمس، صدقه، اینا عمل صالحه. با عمل صالح باید رفت در خانه خدا. این اعمال صالحه را باید وسیله قرار داد در خانه خدا. حالا ایراد و اشکالی که ما به ابن تیمیه داریم اینه که شما چرا آیه رو مقیدش کردی؟ کجای آیه داره وسیله فقط عمل صالحه؟ بله که خداوند به طور مطلق می فرماید وابتغوا الیه الوسیله. حالا اون چه که مهمه اینه بالاخره ابن تیمیه قائل به مشروعیت توسل شده، پس چرا وهابیت فعلی به طور مطلق میگویند توسل غیر مشروع است؟ از قضا روایاتی داریم در کتب اهل سنت که این روایات بیانگر مشروعیت توسله. از جمله اون روایات این روایته که حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک و علی الصحیحین و جلال الدین سیوطی در کتاب الخصائص النبویه و بیهقی در کتاب دلائل النبوه و زرقانی در کتاب المواهب اللدنیه و سایر محدثان اهل سنت این روایت رو نقل کردن که وقتی حضرت آدم ترک اولا کرد بعد پشیمان شد، حالا میخواد توبه کند، چه گفت به خدا؟ گفت یا رب اسألک و حق محمد. لما قفرت لی، خدایا به حق پیغمبر اکرم مرا ببخش و بیامرز. خدا فرمود ای آدم تو از کجا محمد رو شناختی؟ من که هنوز محمد رو خلق نکردم. حضرت آدم عرضه داشت پروردگارا وقتی که تو مرا آفریدی و در بدن و جسم من روح دمیدی و من زنده شدم، بلند شد و نشستم، دیدم بر ساق عرش الهی این جمله نوشته شده: لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد فهمیدم مقربترین و محبوبترین فرد به تو پیغمبر اکرمی.
لذا پیغمبر رو در خانه تو واسطه و وسیله آمرزش خودم قرار دادم. خداوند هم فرموده یادم درست گفتی، محبوب ترین فرد نزد من پیغمبر اکرمه، پس مرا به حق این پیغمبر بخوان تا من تو را ببخشم و بیامرزم. این یه روایت. روایت دیگر در صحیح ترمذی و همچنین در سنن ابن ماجه و در مسند احمد ابن حنبل این روایت آمده که شخص نابینا و کوری وارد بر پیغمبر شد، گفت یا رسول الله من کور مادرزادم، از خدا شفای مرا بخواهید. پیغمبر اکرم فرمود پس بلند شو، وضو بگیر، دو رکعت نماز بخوان و بعد از نماز بگو اللهم انی اسالک و توجه الیک به نبی که محمد. نبی رحمه. آقا این شخص کور هم حسب الامر پیغمبر بلند شد، وضو گرفت، دو رکعت نماز خوان و خدا را به حق پیغمبر قسم داد. خدا هم در نتیجه دیدگان او رو بینا کرد. عثمان ابن عمیر که راوی این حدیثه میگه من بودم در اون مجلس که این شخص کور از اون مجلس خارج نشد مگر اینکه دیدگانش بینا شد. روایت سوم در صحیح بخاری داره در اون سالی که در مدینه خوش سالی شد، عمر ابن الخطاب مردم رو جمع کرد، مردم رو جمع کرد، گفت های مردم شما میدونید که پیغمبر اکرم احترام و ارزش خاصی برای عمویش عباس قائل بود، به عباس به دیده پدر نگاه میکرد، حالا اگر از خدا باران میخواید عباس رو در خانه خدا وسیله قرار بدهید. عبارت اینه و تخذوه الالله وسیلتن. آقا مردم هم گوش به حرف عمر دادن، در نتیجه عباس را واسطه قرار دادن در خانه خدا برای آمدن باران. خدا هم گوش به حرف اونها کرد و باران رو فرستاد. این سه روایت در رابطه با مشروعیت توسل و از این قبیل روایات فراوانه که اگر بخوام حالا ما راجع به توسل صحبت کنیم، یک ماه باید من شبها اینجا مهمان شما باشم. حالا به طور خلاصه و فشرده ما هر شب داریم یکی از این شبهات وهابیت رو پاسخ میدیم که انشالله آیانی که پامنبر ما هستن یا افرادی که بعداً این منبر ما رو گوش میکنن مسلح بشن، به سلاح علمی آشنا بشن با آیات و روایات. حالا از اون جایی که وهابیت نتونستن این روایات رو رد کنن، آمدن چی گفتن؟ آمدن گفتن آقا توسل به اشخاص زنده اشکالی نداره، چون اشخاص زنده میتونن به انسان نفع برسانن یا ضرری رو از انسان دفع کنن، اما آدمی که مرده و رفته دیگه این آدم چگونه میتواند نفعی به انسان برساند یا ضرری رو از انسان دفع کنه؟ به عبارت اخرى گفته وهابی ها اینه کسی که مرد ارتباطش با عالم دنیا قطع میشه، به معنای دیگر کور و کر میشه، هرچی هم بری کنار قبرش داد بزنی صدا بزنی این مرده صدای تو رو نمیشنود. پس بنابراین نمیشه مرده رو در خانه خدا وسیله قرار داد. چرا؟ کور و کر شده صدای تو رو نمیشنوه.
حالا جوابی که عرض میکنیم چیه؟ میگیم کی گفته که انسان به مجرد مردن ارتباطش با عالم دنیا قطع میشه و کور و کر میشود؟ اینطور نیست. از قضا خود اهل سنت نقل میکنن که عمر ابن الخطاب میگوید با پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی داشتیم از یکی از جنگ‌ها برمیگشتیم، برخورد کردیم به کشته شدگان از کفار. پیغمبر اکرم یکی یکی از کشته شدگان کفار را مخاطب قرار داد، فرمود فلان ابن فلان را فهمیدی خدایی هست؟ حالا فهمیدی من پیغمبر خدا هستم؟ حالا فهمیدی قیامتی هست؟ باز میرفت سر کشته دیگر همین حرفا رو اونجا هم تکرار میکرد. عمر گفت یا رسول الله، با کسانی صحبت میکنی که کشته شدند و مردند و رفتند؟ پیغمبر فرمود ای عمر، گوش تو از گوش اینها شنواتر نیست. عجیبه، کشته شدگان از کفار صدای ما را میشنوند. چطور میشه بگیم شهداء در راه حق صدای ما رو نمیشنوند؟ مگه قرآن نمیگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون؟ پس شهداء در راه حق زندن، صدای ما رو هم میشنوند. پس اگر زندن چه اشکال داره من برم کنار قبر امام حسین بگم یا ابا عبدالله الحسین؟ چه اشکال داره برم کنار قبر ابوالفضل العباس بگم یا ابوالفضل العباس؟ چه اشکال داره برم کنار قبر امام رضا بگم یا علی ابن موسر رضا؟ پس اینا صدای ما را میشنوند، اینها سخن ما را میشنوند. خدا قسمتتون کنه برید مدینه با نابودی وهابیون جنایتکار. حالا بعدشون میاد که به گور پدر هرچی وهابیه لعنت نمی کنی؟ عرض به خدمت شما که حجر ابن عدی، حالا این لامذهب ها آمدن متعرض قبر و حجر ابن عدی شدن. این حال داخل پرانتز دارم عرض میکنم، جسد رو سعی و سالم دیدن، حالا عوض که شیعه بشن مستبصر بشن جنازه رو برشتن بردن. حالا این حجر ابن عدی کیه؟ بگم کیه؟ آقا این حجر ابن عدی شخصیتی است که در مجلسی حاضر بوده، خطیب معاویه رفته منبر لعن بر امیر مؤمنان سلام الله علیه، حجر ابن عدی طاقت نیاورد، با رفقایش این خطیب رو سنگباران کردن. خطیب رفت شکایت کرد، رفت نزد معاویه شکایت از حجر ابن عدی. آقا آمدن حجر ابن عدی و فرزندش را گرفتن. توبه کنید، ما توبه بکن نیستیم، ما دست از علی بر نخواهیم داشت، اگر بر ندارید شما رو میکشیم، باکی نیست. حالا بناست که حجر و پسرش رو بکشن. اول خواستن خود حجر رو بکشن، حجر گفت نه اول پسرمو بکشید. چرا؟ آخه داغ فرزند سخته، تو چطور میخوای جلو چشمت بچت و سر ببریم؟ گفت من از خودم خاطر جمعم، تیکه تیکم هم کنید دست از علی بر نمیدارم، اما از این بچم خاطر جمع نیستم، میترسم وقتی من رو کشتید این بچم بترسه دست از علی برداره، لذا اول بچم رو بکشید بعدن من رو بکشید. یه همچی شخصیتی بایدم بعد از گذشته هزار سال بدنش صحیح و سالم باشد. وقت اینا بدن رو صحیح و سالم تو قبر پیدا کردن، ایمان نمیارن، بلکه بدتر بر اداوت خودشون
نسبت به شیعه می افزاین. خدایا به حق مولود این ما فاطمه زهرا سلام الله علیها از سایه وهابیت رو مخذول و نابود بفرما. خلاصه انشالله وقتی نابود شدن رفتید مدینه کنار قبر پیغمبر، این آیه بالا سر قبر پیغمبر هست. چی آیه؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون فوق صدای پیغمبر قرار ندید. لذا یه ظاهر اگر اونجا صداشو بلند کنه، شرطا آیه رو به رخش میکشن. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مؤدب باش، داد نزن، هوار نزن. و همین ظاهر اگر متوسل به پیغمبر بشه بگه یا رسول الله، همین شرطا میگن پیغمبر مات، مرد و رفت. بی خود نگو یا رسول الله. بابا اگر مرد و رفته پچوره میگی داد نزن، هوار نزن، احترام پیغمبر رو نگه دار. و اگرم احترام داره پیغمبر، صدای من رو میشنوه، نباید داد بزنم، نباید هوار بزنم، پس چرا میگی متوسل به پیغمبر نشو؟ حالا عجیب اینه که اهل سنت میگن نباید برای مرده گریه کرد. چرا؟ روایتی رو نقل میکنن از عمر ابن الخطاب که عمر گفت نباید برای مرده گریه کرد. چرا؟ چون مرده با صدای شنیدن گریه بستگان خودش اذیت میشه، ناراحت میشه. و همینا میگن مرده دیگه صدای زنده ها رو نمیشنوه، بری کنار قبرش هر چی بگی یا رسول الله نمیشنوه. اگر نمیشنوه پچور میگی گریه نکن، مرده با شنیدن گریه بستگانش ناراحت میشه. آقای وهابی که میگی مرده میمیرد دیگه صدای اهل زنده ها رو نمیشنود، اگر این حرف شما درسته پس چرا در سلام نماز میگی السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات؟ این کاف کاف خطابه. آیونی که آشنای با ادبیات عرب هستن، ضمیر ضمیر مفرد مخاطب حاضره، السلام علیک. الان من بخوام به شما سلام کنم میگم السلام علیک، اگر اون شخص اینجا نباشه میگم از سلام و چی آقا؟ علیه، سلام بر او. و وقتی شخص جلو من حاضر نشسته دیگه نمیگم از سلام علیه، میگم از سلام علیک، سلام بر تو. حالا عجیب اینه که در نماز ما میگیم از سلام علیک، سلام بر تو یا رسول الله. پس اگر پیغمبر مرد و رفته چرا در سلام نماز شما پیغمبر رو مخاطب قرار میدید و میگید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته؟ این بالاترین دلیل است بر اینکه پیغمبر زنده است. از قضا خود اهل سنت هم اعتراف به این حقیقت کردند. ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری در اونجا میگوید ان الانبیاء احیاون و فی قبورهم یصلون، میگه پیغمبران زنده هستن و در قبرها نماز میخونن. طبرانی در معجم الکبیر میگوید پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی به من سلام کنه من سلام او را میشنوم و جوابشو میدم. راوی گفت یا رسول الله حتی پس از مرگ شما؟ فرمود بله، حتی پس از مرگ من. حالا عجیب اینه که ابن تیمیه میگوید اگر کسی بره کنار قبری میتی سلام به میت بدهد جواب خواهد شنید. اگر یه مرده معمولی این قدرت رو دارد که صدای سلام کسی رو که رفته نشسته کنار قبرش و به او سلام میدهد را جواب سلامش رو بدهد، چگونه میشه بگیم پیغمبر اکرم، انبیا، اولیا و اوصیا
صدای زائر رو نمیشنوند. پس بنابراین توسل مشروعیت داره. میشه انبیا اولیا رو در خانه خدا وسیله قرار داد. از غذا بزرگان از اهل سنت موارد زیادی از کسانی را که متوسل به پیغمبر اکرم شدند و نتیجه گرفتند در کتابهای خود نقل کردند، از جمله سمهودی در کتاب وفاء الوفا به اخبار دار المصطفى 4 جلد، این عالم سنی اومده 4 جلد کتاب نوشته در رابطه با تاریخ مدینه منوره و اماکن مقدسه مدینه را طبق حروف الفا در اونجا آورده است و در رابطه با اون اماکن شرح و توضیح داده. سمهودی در وفاء الوفا حکایات زیادی در رابطه با کسانی که رفتن کنار قبر پیغمبر، متوسل به پیغمبر شدند و حاجت روا شدند رو در اونجا نقل کرده. محمد ابن موسی ابن نعمان کتابی داره به نام مصباح الظلام فی المستغیثین به خیر الانام. این عالم سنی در این کتاب سرگذشت افرادی رو که متوسل به پیغمبر شدن و نتیجه گرفتند و در اونجا آورده. من فقط به 2 مورد اکتفا میکنم و رد میشم. شرطش اینه یه صلوات و بلند مرحمت بفرمایید. محمد ابن منکدر میگوید شخصی اومد نزد پدر من 80 دینار پول به پدرم به رسم امانت داد. گوی این پول ها نزد تو امانت باشه، من میخوام برم مسافرت. بعدم به پدرم گفت اگر نیاز پیدا کردی به این پول ها مجازی که این پول ها رو خرج کنی. این آقا رفت مسافرت، از قضا قحطی شد، پدرم این 80 دینار رو خرج کرد. بعد یه مدت اون آقا از سفر برگشت و پولهای خودش رو مطالبه کرد، پدرم نداشت که بده. در جواب گفت برو فردا بیا تو پولتو بدم. وقتی اون شخص رفت، پدرم رفت کنار قبر پیغمبر، مشغول استغاثه شد، متوسل به پیغمبر شد. میگه پدرم به من گفت تا نیمه های شب مشغول توسل بودم، وقتی نزدیک اذان صبح شد دیدم در تاریکی ها سر و کله ی آقای پیدا شد، یک کیسه ای به من داد و رفت. در و کیسه رو باز کردم دیدم پوله، شمردم دیدم 80 دیناره. حکایت دوم، احمد ابن محمد میگوید من 3 ماه تو بیابونا سرگردان بودم. چرا؟ راه رو گم کرده بودم. از شدت گرما، از شدت حرارت پوست بدن من کنده شده بود. میگه با همون حال من وارد مدینه شدم، رفتم کنار قبر پیغمبر. یا رسول الله من مهمان شما هستم، سخت گرسنه هستم. میگه و خوابیدم در عالم خواب، پیغمبر آمد به دیدن من. گفتم یا رسول الله من مهمان شما هستم، من گرسنه هستم. یه وقت پیغمبر پولهای زیادی به من داد. از خواب برخواستم دیدم پولها جلوی من ریخته شده. این حکایات پیرامون توسل که خود اهل سنت نقل کردن و از این حکایات فراوان وقت نیست عرض کنم. پس بنابراین توسل مشروعیت داره. به چه دلیل؟ به همون دلیلی که عرض کردم. خدا در قرآن می‌فرماید وابتغوا الیه الوسیله، در خانه من که بیای با وسیله بیا. امام صادق فرمود نحن الوسیله، ما اهل بیت در خانه خدا وسیله هستیم. مردم بعد از کانال ما اهل بیت برن در خانه خدا. و هر کس که تا به حال به آل رسول متوسل شد نتیجه گرفت. آیان در عصر امام جواد سلام الله علیه یه جوانی رو دستگیرش کردن به جرم
محبت نسبت به اهل بیت. پدر و مادر این جوان آمدن نزد امام جواد سلام الله علیه، ناراحت، یبن رسول الله پسر ما رو به جرم محبت شما اهل بیت گرفتن. امام جواد فرمود خیالتون راحت باشه، پسر شما صحیح و سالم به شما برخواهد گشت. اینا رفتن. از اون طرف مامورین این پسر رو برده بودن بالای کوه که از بالای کوه پرتش کنن پایین بمیرد. این جوان بالای کوه متوسل به امام جواد شد، گفت خدایا به حق حجت بالغت امام جواد منو از این مخمصه نجات بدی. میگه تا این توسل رو پیدا کردم دیدم یکی از مامورین به شکل حاکم در آمد، همون حاکمی که دستور داده بود این جوان رو دستگیر کنن بکشن، یکی از مامورین به شکل حاکم در اومد. عرض کنم که بله، حاکم به شکل این جوان در اومد. عذر میخوام، به مجرد اینکه این جوان این توسل رو پیدا کرد، حاکمی که دستور داده بود این جوان رو بگیرن و بکشن، در آن واحد حاکم به شکل این جوان در آمد. حالا حاکم کنار مامورین ایستاده. آقا مامورین دست این حاکم رو گرفتن، از بالای کوه پرتش کردم پایین. هرچه میگفت من حاکمم خفه شو، آقا از بالای کوه پرتش کردم پایین، سقط شد و به درک واصل شد. یعنی همون کاری که خداوند در حق حضرت عیسی کرد که یکی از مامورین به شکل حضرت عیسی در آمد، عوض حضرت عیسی اون مامور رو به صلیب کشیدن. حالا به اذن پروردگار امام جواد همون کار را در حق یکی از شیعانش کرد. بریم در خانه جواد الائمه سلام الله علیه، خسته و دل شکسته و زارم، گره افتاده است در کارم، جز به کویت کجا پناه آرم، یا جواد الائمه ادرک. عزت عالمین می خواهیم، طوف قبر حسین می خواهیم، سفر کاظمین میخواهیم، یا جواد الائمه ادرکنی، همسرت نامراد کرد تو را، از جفا مسموم کرد تو را، ای که خدا خوانده است تو را جواد، یا جواد الائمه ادرکنی. میان حجره هی صدا می زد ام الفضل، جگرم از دشنگی می سوزد، ملعون عوض این که ظرف آبی به لبهایت شان آقا برساند، شکر به کنیزان و غلامانش دستور داد برید مقابل حجره امام جواد، هله هله کنید سر و صدا به راه بیندازید، که ناله امام جواد به گوش شیعانش نرسد. یکی از کنیزان میگه من دلم با حال آقا سوخ، ظرفی پر از آب کردم به آقا برسانم. ام الفضل فهمید و ظرف آب رو به زمین
در نتیجه امام جواد مانند جدش حسین با لب تشنه جان داد. یه وجه تشابه امام جواد با سید الشهدا بوده، یه وجه تشابه دیگری هم هست. سه روز بدن شریف اون حضرت بالای پشت بام، ثلاثت و ابدان على الارض القیت، ثلاثت و ایام لهم روحی الفدا، محمد ابن علی و موسی ابن جعفری و سید الشهدا حسین به کربلا. این شاعر میگه بدن سه امام سه روز روی زمین ما، یکی بدن امام جوان سه روز بالای پشت با، یکی هم بدن موسی بن جعفر سه روز کنار جزر بغداد. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، بدن آقای ما حسین هم سه روز روی خاک های گرم کربلا، ملغن ثلاثن بلا غسل ولا کفنی. ای کاش به این جنایت اکتفا می کردن. اما آمدند و اسب بر بدن سید الشهدا، سه روز بدن امام حسین روی خاکهای گرم کربلا. تشی از امام حسین به عمل نیامد، اما از یه عضو سید الشهدا تشی به عمل آمد. سر بریده ی حضرت 40 منزل بالای نه، سری به نوک نیزه عیان است در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف. به مضطر حقیقی امام جواد سلام الله علیه استجب دعواتنا یا الله یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و شیعته و محبه و المستشهدین بین یدی و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.